سلام، خوش آمدید به چشمانداز دوشنبه شب. آیا سخنان آیت الله علی خامنه ای در نماز عید فطر نوعی دلجویی از حسن روحانی است یا یک عقب نشینی سیاسی؟ آیا رقابت میان این دو تغییری در موازنه قدرت و آینده جمهوری اسلامی ایجاد خواهد کرد؟ در این مورد با میهمانانی در برنامه گفتگو خواهیم کرد. همچنین درباره درخواست متحدان دونالد ترامپ سخن خواهیم گفت که از رئیس جمهوری آمریکا خواستند برنامه‌های خود برای تغییر رژیم در ایران را زودتر کلید بزند. و درباره یک مجازات تازه و غیر متعارف در ایران سخن می‌گوییم. درباره زنی که مجازات او کار کردن در یک غسالخانه است. من علی اصغر رمضان پور هستم و در نزدیک به یک ساعت آینده در این برنامه زنده میزبان شما خواهم بود. همراهان من در این برنامه آرمیتیس شفیعی جامعه شناس و همینطور همکارم نیما برازنده. رهبر جمهوری اسلامی گفته است آتش به اختیار به معنای فحاشی و بیقانونی نیست. آیا بر زبان آوردن این سخنان بیشتر برای کنترل اوضاع کشور است یا به معنای عقب نشینی از مواضع پیشین؟ این سخنان آقای خامنه‌ای چه تأثیری بر روند تحولات تا زمان آغاز دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی طی هفته‌های آینده خواهد داشت؟ پیش از بحث در این زمینه گزارشی ببینیم از همکارم کیانوش بوستانی. در تغییر لحنی محسوس امروز آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی نماز عید فطر تلاش کرد تا فضایی که علیه حسن روحانی ایجاد شده بود را تلطیف کند. آتش به اختیار به معنی کار فرهنگی خودجوش و تمیز است. اینی که ما گفتیم معناش این است که در تمام کشور جوانها و صاحبان اندیشه و فکر، صاحبان همت، خودشون با ابتکار خودشون کار رو پیش ببرن. اختلاف او و حسن روحانی از زمان روشن شدن نتایج انتخابات مرحله به مرحله چنان اوج گرفت که دست آخر هواداران رهبر انقلاب فرمان اخیر او برای آتش به اختیار بودن را به مباح بودن حمله فیزیکی به رئیس جمهور تفسیر کرد. اوج این اختلافات زمانی بود که آیت الله خامنه ای در سخنانی به شدت از اجرای شدن سند سازمان یونسکو انتقاد کرد. در مقابل حسن روحانی در اینستاگرامش نامه‌ای را منتشر کرد که نشان می‌داد این سند با رضایت رهبری وارد دستور کار دولت شده. هرچند بعدتر رئیس جمهور با خارج کردن این سند از دستور کار تلاش کرد به تنش‌ها پایان دهد. اختلاف تا جایی پیش رفت که رهبری با اشاره به وقایع سال‌های 59 و 60 که منجر به عزل حسن بنی‌شهر شد، روحانی را از ادامه تنش‌ها و آنچه به گفته او قطبی کردن جامعه است برحذر داشت. کشور رو دو قطبی نباید کرد. مردم رو به دو دسته نباید تقسیم کرد. اون حالتی که در سال 59 متاسفانه از ناحیه رئیس جمهور اون روز اتفاق افتاد که مردم رو به دو دسته موافق و مخالف تقسیم کرده بودن که چیز خطرناک. حال به نظر میرسد آیت الله خامنه‌ای ضروری دانسته تا با ورود مستقیم به بحث و تعیین حد و حدود آتش به اختیاران فضا را مدیریت کند. تلاشی که ممکن است منتقدان دو آتشه رئیس جمهور اصلاح طلب را وادار به سکوت نکند. کیانوش بوستانی، ایران اینترنشنال. برای گفتگو در این زمینه مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی با ماست از بن آلمان و از طریق اسکایپ. ممنونم آقای مهدوی آزاد که با ما هستید. ارزیابی شما از صحبت‌های امروز آقای خامنه‌ای چیه؟ ببینید، فرمان آتش به اختیار آیت الله خامنه ای در خوشبینانه ترین حالتی گاف سیاسی عجیب غریب و حیرت آور بود. توی کشوری که چندین بار حمله سابقه حمله به سفارتخونه ها رو داره، سابقه قتل‌های زنجیری کرمان به خاطر امر معروف داریم، اسید پاشی اصفهان رو داریم، ترور حجاریان رو داریم، یعنی اقدامات خودسرانه هست، این فرمان بالقوه میتونست باعث طبقات عظیم امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران بشه. توی این فضای تنش آمیزی که هر روز رابطه آقای خامنه ای و
کرد، آقای روحانی تیره تر هم میشد، یک استفاده، سوء استفاده، یک بهره برداری محفلی میتونست کشور رو نتونه با بحران امنیتی تمام عیار مواجه کنه که آیت الله خامنه ای را زیر سوال ببره. بنابراین بیش از اینکه آیت الله خامنه ای در این مقطع سعی کرده باشه با حسن روحانی آشتی کنان را بندازه، به نظرم او امروز سعی کرد حرفاش رو جمع جور کنه، رفع و رجوع کنه و زمینه بهره برداری های ضد امنیتی از حرفاش از بین ببره. منظورتون از رفع و رجوع چیه؟ یعنی آقای خامنه ای از نظر خودش برگشته یا میخواد فقط تبعات اونو کنترل بکنه؟ به نظر میاد بیشتر قصد داره تبعات حرفاش رو کنترل کنه. البته آیت الله خامنه ای قبلش نظراتش هم روشن نبود. بعد از اینکه همین کلمه ای آتش به اختیار رو به کار برد، مثلا در کیهان مقاله نوشته شد که گفتن آتش به اختیار فقط یک بار فرمان مثل این داده شده و اون هم بعد از حمله عراق بوده و شهید چمران داده شده و این فرمان به معنای عملیات پارتیزانی گرفت علیه دولت مستقر. از اون طرف تیم بزرگی هم بود که میگفت نه، این فقط فعالیت در واقع فرهنگی است. بنابراین در قشر حامیان خود آقای خامنه ای هم تعریف مشخصی وجود نداشت. خود آقای خامنه ای هم مثل همه حرفاش تقریبا هیچ تعریف مشخصی ارائه نمیداد. دو ام نتیجه عملیه ماجرا، یکی بیلبورد شد در دانشگاه تهران، یکی فوش دادن و شعار دادن علیه آقای روحانی که هر دوش امروز در واقع ازش انتقاد کرد تلویحاً. بنابراین بیشتر هدف او در واقع کنترل و مهار تبعات این ماجراست. برای رجوع من به این معنا به کار میبرم. خب اگر از این بحث آتش به اختیار بگذریم، اون تحلیل در مورد مقایسه کردن شرایط فعلی با دوره آقای بنی صدر چی؟ به نظر شما با توجه به اینکه شعارهای کسانی که علیه آقای روحانی شعار دادن این مسئله بود و در صحبت‌های آقای خامنه‌ای اشاره‌ای به این مسئله نبود، آیا معنیش این هست که اون مقایسه همچنان به قوت خودش باقیه؟ همینطوره. به نظرم در گزارش که کیانوش تهیه کرده بود و شما پخش کرده، تفسیر کاملا درستی ارائه میده. مسئله این بود که آقای خامنه ای که بعد از پیروزی آقای روحانی برای اولین بار پیام تبریک به اون نگفت، بعد هم عملا فرمان حمله به هوادارانش رو داد و بعد در مرحله به جایی رسید که او رو تهدید به عزل کرد و مقایسه کرد با سرنوشت بنی صدر. خب گام های بعدش دیگه چه میتونست باشه؟ یعنی عملی میشد. با مهدوی آزاد، با این تحلیلی که الان شما ارائه دادین، به نظر میرسه که حرف آقای خامنه‌ای در واقع گاف سیاسی هم نبوده. یعنی به نظر میرسه که برنامه ریزی شده. من از فحوای حرفای خودتون اینو فهمیدم. نه نه نه، گاف سیاسی اگر نبود مجبور نمیشد امروز توضیح بده. گاف سیاسی بود به این دلیل که بخش عظیمی از فعالان سیاسی، حتی اصولگرا، بلافاصله هشدار دادن که از حرفای آقای خامنه ای سوء استفاده نکنید. گاف سیاسی بود چون بعد از دو هفته مقاومت، قبلش دفتر او بیانیه صادر کرده بود، اما همین حرفای امروز او رو میتونست دفترش بنویسه، ننوشت. بعد از دو هفته مقاومت نهایتا وادار مجبور شد در واقع موازی رو اتخاذ کنه که با روز اولش کاملا تضاد داره. یادون باشه در همون روز در واقع آتش به اختیار کلمه رو به کار برد، گفت دولت در مسائل سیاسی و فرهنگی فلجه، شما باید اقدام کنید. امروز در واقع آتش به اختیاری رو صرفاً تنزل داده به اقدامات فرهنگی، یعنی حوزه سیاسی رو حذف کرده. بنابراین موقعی که من میگم گاف سیاسی، نحوه استفاده از این کلمه و موجی که ایجاد شد در واقع یک رسوایی سیاسی بود برای رهبری جمهوری اسلامی. آقای مهدوی آزاد، امروز در صحبت آقای خامنه ای بود که میگفت که ترجیح میده که حرکات به طور خودجوش و تمیز استفاده بشه. به نظر شما منظور او دوباره بر تاکید بر این دو اصطلاح خودجوش و تمیز چیه؟ معنی خاصی داره؟ فکر نمی کنم معنی خاصی بتونه داشته باشه. آیت الله خامنه‌ای یک تخصص ویژه‌ای داره در بهره برداری از در واقع کلمات. چیزی که او میخواست بگوید این بود که اقدامات غیر قانونی نباشه. در واقع او میخواست موضعش رو روشن کنه و حتی اگر تروری مثل حجاریان اتفاق افتاد، اسیدی پاشیده شد، اقدام خودسرانه‌ای در این سطح تنش‌زا صورت گرفت، در واقع پای او وسط نباشه. فکر نمی کنم تعریف مشخصی هم در واقع بتونه. فکر نمی‌کنی منظور از خودجوش این هست که داره به نهادهایی، مثلا مثال فقط میزنم، مثل بسیج میگه که در این اقدام‌ها هیچ مداخله‌ای نداشته باشن؟ خیر، موقعی که آیت الله خامنه ای از جوانان مؤمنش صحبت میکنه و از حرکات خودجوش صحبت میکنه، اتفاقا منظورش در واقع بسیج، سپاه پاسداران، گروه افسران سایبری و امثال اینهاست. ما جنبشی به نام جنبش خودجوش، این که مردم بشینن از جیب خودشون خرج بکنن واسه اینکه تبلیغ آیت الله خامنه ای بکنن، نداریم. همه اینا آقای مهدوی آزاد، آیا اون چیزی که امروز ما شاهد بودیم یه آتش بس بعد از این آتش به اختیار نبود؟
من فکر میکنم میتونیم اینجوری تعبیر بکنیم که همچنان که کیانوش گفت تلاشی برای پایین آوردن سطح منازعه بود. دوباره تاکید میکنم منازعه به حدی رسیده بود که یا باید متوقف میشد و سطحش پایین میومد یا باید وارد ابعاد عملی میشد. اراده ای در حاکمیت از طرف آیت الله خامنه ای برای اینکه کشور رو دچار یک بحران تمام عیار بکنه من نمیبینم. کشور همچنین شرایطی رو نداره با توجه به اینکه با بحران تروریسم درگیره، با داعش، با تحریم های بین المللی، فشارهای منطقه کشورهای حاشیه خلیج فارس، چنین انگیزه و توان و امکانی هم وجود نداره. بنابراین تنها راهی که در مقابل اون می بود این بودش که سطح مناظره کاهش کنه. حالا ممکن است سرکار خانم در ادامه اگر این مسیر ادامه پیدا کنه ما میتونیم بگیم در این مقطع ما دچار آتش بس شدیم، اما امکان داره با پایین آمدن سطح منازعه دوباره از دو هفته دیگه او حملاتش شروع کنه. در این صورت اقدام تاکتیکی صرفا برای مهار مقطعی بحران خواهد. یعنی میشه گفت که یه جور زور آزمایی بوده دیگه، یعنی فقط نشون داده بشه که اگر قرار باشه که ما وارد این بازی بشیم قدرت من اینه و من اینطور میتونم بازی بکنم، درسته؟ ماجرا از ابتدا یک زور آزمایی بود. برخی بزرگی از ناظران معتقدند که اساساً یکی از اهداف آیت الله خامنه ای مهار حسن روحانی، مهار پتانسیل اجتماعی و وادار کردن او به این بود که در کابینش از نیروهای نزدیک با آیت الله خامنه ای استفاده کنه. یعنی حسن روحانی از ترس اینکه روابطش با آقای خامنه ای تیره تر نشه به سراغ بخشی از اصولگرایان بره و اونها رو به کابینه دعوت کنه که بتونن میانجیگری کنن بین او و نهاد رهبری. برابر این ماجرا از ابتدا یک زور آزمایی بین نهاد رهبری و ریاست جمهوری یا از بخش بخش انتخابی حاکمیت بود. ممنونم از مهدی مهدوی آزاد که از بن با ما بود. و اگر به روابط میان جامعه و در واقع رهبران قدرت بخوایم نگاه بکنیم و همینطور به روابط میان آقای خامنه ای و روحانی در یک چشم‌انداز دراز مدت، شاید مسئله رو به شکل دیگری ببینیم و رقابت و موازنه قدرت میان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری ایران رو میشه به عنوان عاملی در تحول درازمدت‌تر در ماهیت رژیم ایران و حتی در مورد بقای اون در آینده به این مسئله نگاه کرد. برای گفتگو در این زمینه جواد خادم، بنیانگذار سازمان اتحاد برای دموکراسی در ایران و وزیر در کابینه دکتر بختیار، یعنی آخرین کابینه رژیم پادشاهی ایران، با ماست و ممنونم از آقای خادم که دعوت ما رو قبول کردید. آقای خادم، شما اصلا اگر از این دعوای امروز بگذریم، کل این ماجرای رقابت بین آقای خامنه‌ای و آقای روحانی رو نمودی از یک دعوای یا یک رقابت پنهانی تر نمیبینی؟ اولا خیلی متشکرم از دعوتتون که به من اجازه دادید که نظریات خودم رو در این مورد بگویم. در مورد روابط آقای روحانی و آقای خامنه‌ای یک قدری باید به عقب برگردید، حدود 4 سال قبل که ایشون رئیس جمهور شدن. در اون موقع هممون میدونیم که ایشون رئیس جمهور آقای خامنه‌ای بودن، یعنی اگر آقای خامنه‌ای تصمیم نمی‌گرفت که آقای روحانی کاندید بشه، هرگز ایشون رئیس جمهور نمی‌شدن. ولی امروز که خدمت شما نشستم، ایشون رئیس جمهور مردم ایران است، به علت اینه که با 23 میلیون رأی که آوردن، ایشون نماینده مردمه و خواسته های مردم رو می‌خواد به نحوی بقبولونه. و یه نکته مهمتر از همه این است که آقای روحانی در نهاد، در داخل رژیم جایگاه خیلی خوبی نداره، کسی موافقش نیست، تمام مخالفین اون هستن. در 4 سال اول تنها حامی که ایشون داشتن شخص آقای خامنه ای بود و این رابطه خیلی نزدیکتر از اون هست که مورد توجه به اصطلاح تمام مفسرین ایران قرار گرفتن. فراموش نکنید. پس شما چجوری توضیح میدید این ظاهر تنش رو؟ فراموش نکنید که آقای روحانی حدوداً 20 سال رئیس سازمان استراتژیک ایران بوده و خیلی نزدیک با آقای خامنه‌ای کار کرده. آقای روحانی مورد اطمینان 100% آقای خامنه‌ای است. در شرایط فعلی که وضع مملکت یه مقداری دچار گرفتاری‌های زیادی شده، مخصوصا با فشارهایی که امریکا آورده و وضع اقتصادی مملکت و این فشار جامعه، همیشه آقای خامنه‌ای به زرنگی در چنین فرصت‌هایی
یک تغییراتی در گفتمان سیاسی میده، به این معنا که توجه مردم از مشکلات اصلیشون به در کنه و به اصفرات نگاه کنه. ببینید، من فکر میکنم که از روزی که آقای خامنه ای آقای روحانی رو برای ریاست جمهوری انتخاب کرد، یک نظر کلی داشت که یک روزی آقای روحانی به خاطری که مورد اطمینان ایشون هست و از ایشون مطمئنه که مملکت خوب میتونه اداره کنه، بعد از ایشون رهبری ایران بشه و هنوز هم اون تغییری نکرده. خب پس این اختلافاتی که به ظاهر دیده میشه این سوال بسیار خوبیه. البته من نمیخوام بگم ظاهریه، ولی در واقع وقتی یک قدری تعمق بیشتری در مسائل بکنیم، ببینید همونجوری که ذکر کردم گفتم آقای روحانی هیچ جایی در رژیم نداره، تنها نهادی که موافق ایشونه وزارت اطلاعات و مابقی نهادها تقریبا سعی میکنن که ایشون از بره. آقای خامنه ای میدونه که یک پایگاه بیشتر آقای روحانی نداره، تقویت با اون هم مردم ایران هستن. پس بنابراین هرچه بیشتر موقعیت آقای روحانی در میان مردم ایران قوی تر بشه، بعد از مرگ قریب الوقوع آقای خامنه ای، آقای روحانی در موقعیتی خواهد بود که در پوزیشنی که خواهد داشت بتونه رهبر آینده ایشون بشه. یعنی شما میگین که اختلافاتی که در واقع حمله ای که از طرف رهبری به روحانی میشه برای اینکه موقعیتشو شما در موقعیت اجتماعیش رو تقویت کنه. من لغت زرگری رو نمیخوام بکارم. آقای خامنه ای خیلی زیرکتر از اون است که مسئله زرگری بکنه، چون میدونه که مردم ایران سلبی رای میدن، همین دادن هر کسی که دورتر از خیمه به اصطلاح رژیم هست بهش رای دادن. پس بنابراین متوجه شده امروز که آقای روحانی در مردم جا داره، پس این تنها پایگاه است که باید تقویتش. چجوری میشه تقویت؟ خود آقای خامنه‌ای در مردم ایران جایی نداره. پس اگر تایید کنه آقای روحانی رو، مردم میگن آقای روحانی هم باز یکی از خدایان است. پس هر چی دورتر از خامنه‌ای روحانی باشه بهتر. یک نکته دیگر زیرکانه ای هم که آقای خامنه‌ای دارد اینه که میگه وقتی که من رهبر هستم به آقای روحانی حمله میکنم، شماهای دیگه که حرفی نمیتونید بزنید، چون من انسان معمولی ایرونی نشستم، میگم وقتی رهبر رو روحانی تعیین میکنه، من صحبت های آقای مثلا جنتی یا آقای صادق. خب با این تئوری شما در واقع خیلی هوشمندانه آقای خامنه ای دارن تلاش میکنن که کسی رو به جای خودشون بذارن و با ایجاد یک ستیز حالا به زعم شما ظاهری باعث بشن که بفهمن نیروهایی که میتونه کنار ایشون قرار بگیره با چه کیفیتی هستن و چه میزان هستن. کاملا. یه نکته هم اینجا باید یادتون نره که آقای خامنه‌ای میدونه دشمن اصلی آقای روحانی سپاه به خاطر منافع اقتصادیش، منافع امنیتیش، منافع به هیچ عنوان اجازه نمیده که آقای روحانی کاری بکنه. ولی آقای روحانی یک خاصیت دیگری هم دارد که اغلب مردم واقعا نمیخوان بدونن، چون یه مقداری راجع بهشون اطلاعات بیشتری کسب کردم و مطالعه کردم. ایشون اعتقاد نداره که ولایت فقیه میتونه معیشت مردم فراهم کنه و این یه چیز مهمیه به عنوان یه شخص سیاسی که رئیس جمهور مملکته. پس ایشون خیلی رادیکال تر از اونی که خیلی از مردم فکر میکنن و من به نظرم اینه که حالا دیگه قدرت داره که هر کاری بخواد بکنه، چون مردم داره. اگر یک لحظه‌ای بشه که به احتمال زیاد خیلی اتفاق خواهد افتاد، نیروهای ارتجایی در ایران به سادگی تسلیم آقای روحانی نخواهند شد، هر چقدر هم آقای خامنه‌ای زیرکی کنه. همینو من می‌خواستم بگم، این در واقع صحنه‌ای که شما تصویر می‌کنید دو تا نکته درش هست. یکی این که فرض بر اینی که آقای خامنه‌ای اینجوری فکر میکنه که اگر خودش بمیره اون نیروهایی که الان برای کنترل اونا خودش مجبور علیه روحانی حرف بزنه با روحانی همراهی خواهند کرد، و دوم اینه که آیا این اختلافی که الان وجود داره مثلا بین سپاه و دولت، همین دیروز در واقع سایت رجا نیوز که نزدیک به سپاه اعلام کرده که دولت 21,000 میلیارد تومان نزدیک 7 میلیارد دلار بدهکار به این ستاد، همین الان موشک پرتاب میکنن بدون اینکه با آقای روحانی خبر بدن. منظورم اینه که این اتفاقات عینی که الان داره میفته تا چه حد فکر میکنید که آقای خامنه‌ای با اونها هم موافق، یعنی اونها هم آیا زارسازیه؟ نه، ببینید آنچه مسلمه آقای
خامنه ای حدود یک سال و نیم هست که قدرت واقعی خودش از دست داده و فشار و تنها کاری که میکنه بدین تعادل حفظ کنه، برای که اگر بتونه تعادل حفظ کنه یعنی نظام ادامه پیدا میکنه. ولی آنچه مسلمه برخورد سپاه با آقای روحانی یه برخورد شدیدی خواهد بود. به این سادگی های ساده نظری من که آقای روحانی به قدرت مردم میتونه راه معیشت بهتری برای مردم فراهم کنه، به این سادگی ها نخواهد بود. یک سال و نیمی که میگین به چه زمانی برمیگردین؟ یعنی بعد از چه اتفاقی قدرت واقعی دست دادن؟ از زمانی که ایشون احساس کرد که زنده بودنش خیلی کوتاهه. ببینید همه میدونیم یه اوپن، به قول انگلیسی اوپن سیکرت، همه میدونن که حال ایشون خوب نیست. از این حالایی است که یه دفعه صبح متوجه میشیم که ایشون زنده نیستن. این یه واقعیتی است که در داخل سیستم به خوبی ازش برخوردارن. برخوردهای سیاسی هم که بین گروه‌های مختلف می‌بینید برای بعد از مرگ ایشونه. پس من دقیقاً 18 ماه پیش که بعد از عمل جراحی ایشون این جریان پیش کشیده شده. البته من هم بر اساس این نگاه شما این رقابت در واقع یک جور ضمانت برای آینده حکومت، یعنی یک طرح دراز مدت برای بقای جمهوری اسلامی. آیا این نگرانی برای بقا اینقدر جدیه در درون حکومت ایران که الان آقای خامنه‌ای ممکنه تن بده به اینکه آقای روحانی بشه مثلا رهبر؟ ببینید چاره نداره، یا رژیم میخواد ادامه حیات بده یا نه. اگر ادامه حیات تموم شده است، یعنی به احتمال خیلی زیاد یه انقلابی در ایران خواهد شد یا اینی که یک فروپاشی وحشتناک اجتماعی خواهد شد، حتی اگر سیاسی نباشه. پس بنابراین باید دراز مدت‌تر فکر کرد. آقای خامنه‌ای آدم زیرکی است، برخلاف سایر دیکتاتورهای ایران آدم باسوادی، میفهمه چه اتفاقاتی میفته. به این سادگی وا نمیده، یعنی سعی میکنه، کوشش فراوان داره که آینده رو به آینده رژیم بی‌نفعی تامین کنه. و این چیزی که میگین که آقای روحانی معتقد به این نیست که ولایت فقیه میتونه معیشت مردم رو در واقع تامین کنه، اون وقت خود آقای روحانی چطوری رضایت میده که ولی فقیه بشه؟ ببینید این سوال بسیار خوبی است. توضیح ایشون از ولایت فقیه خیلی ساده است. میگه که آقا حتی ولی فقیه رو باید مردم انتخاب کنه. بنابراین اگر ولایت فقیه از طریق انتخاب بشه و مردم رای بدن، به احتمال خیلی زیاد اون ولایت فقیه نیست که در اسلام گفته شده. خواسته های نسل جوان، خواسته های جوان های مردم ایران در اون در نظر گرفته شده. گفتم آقای روحانی به زیرکی میخواد اسم جمهوری اسلامی رو حفظ کنه، محتواش عوض کنه. بنابراین شاید ولایت فقیه هم با عنوان بمونه. خب اگر واقعا میخواد محتواشو عوض بکنه، پس این اصرار مثلا بر سیاست خارجی منطقی، استفاده از موشک، اونم در شرایطی که مثلا ما میبینیم یک جناحی در نزدیکی ترامپ رئیس جمهور آمریکا دارن مسئله تغییر رژیم رو مطرح میکنن، این دوتا رو چجوری میشه جمع کرد؟ یعنی در حالی که یه عده دشمن این هستن که تغییر رژیم بدن، شما فکر میکنید که خود رهبران ایران هم به این نتیجه رسیدن که رفتار رژیم رو تغییر بدن، یا اینکه فقط یه تغییر شخصه؟ شما می تمام تلاش اوباما بود که رفتار رژیم ایران عوض کنه. ولی یک نکته مهمی رو تمام جامعه شناسا به خوبی میدونن که در رژیم های توتالیتریان ایدئولوژی رو اگر بگیری یه چیز لخت میشه. بنابراین رژیم ایران تحت هیچ شرایط آماده کمپرومایز با غرب نخواهد بود، چون به محضی که کمپرومایز بکنید هویت خودش از دست میده و ماهیت خودش از دست داده و از بین خواهد رفت. بنابراین یه نکته بسیار مهمیه. آقای روحانی هم میدونه. شما یه نکته، این برای اولین بار در سیاست خارجی امریکا یه نکته بسیار مهمی رو با تمام ببخشید دیوان بازی هایی که آقای ترامپ در میاره، اطرافیانش آدم های با فکری هستند، متوجه شدن که با ایران نمیشه کمپرومایز کرد. پس باید حداقل کاری کرد که صحبت از تغییر فشار سیاسی روی رژیم ایران گذاشت. صحبت یا اینکه واقعا به دنبال این تغییر هستن؟ ممکنه نه. حالا من میتونم توضیح بدم. ببینید فشار سیاسی معنای خاصی داره. فشار اقتصادی که تحریم هاست روی دوش مردمه. مردم ایران هم از نظر فرهنگی هر چیز رو در
در طول عمرشون تحمل میکنن، فقر، گرسنگی. من احتیاج ندارم بگم تمام طول تاریخ ما پر از اینه، یکی از دلایل موندنمون همون بوده. ولی در این، ولی فشار سیاسی وقتی به یک مملکتی وارد، به رژیم اون مملکت وارد، این اولین باری است که امریکا مصمم فشار سیاسی رو به ایران وارد بده. یه احتمال، البته همونجور که میدونید وقتی صحبت از تغییر رژیم هم مسالمت آمیز میکنه، یعنی حمایت از روحانی میکنه، ولی این سیاست یه بام و دو هواست. شما از این ور روحانی رو حمایت میکنید، از اون تحریم ها رو زیاد میکنید. تنها عاملی که آقای روحانی میتونه به مردم ایران بگه که آقا من کاری براتون کردم، تحریم ها رو برداره. ولی اگر امریکا از اون ور نخواد تحریم ها رو برداره، پس یه برخوردی ایجاد میشه. آقای خانم، من عوض میخوام اینجا الان یه ذره مشکل برام پیش اومده. از یه طرف شما آقای خامنه ای رو تبدیل میکنیم به کسی که در رأس رفورمیستا و در تغییر جدی داره قرار میگیره، از یک طرف دیگه آقای در واقع آقای ترامپ باید تلاش بکنه که کاری بکنه که آقای روحانی بمونه. این یه ذره مثلث. این صحبت سوالتون بسیار درسته. این یک اتفاقه، به این معنی که سیاست امریکا خارج از اتفاقاتی که داخل مملکت داره افتاده چی شد. بعضی وقتا خیلی راحته دو اتفاق در آن واحد میفته. یکی اتفاق اینه که امریکا میخواد سیاست خارجی، یعنی تغییر رژیم در این مده، از این ور آقای روحانی، آقای خامنه‌ای فکر آینده مملکته. پس بنابراین اینها، ولی در یه جایی عذر میخوام، یعنی در یه جایی این دو تا الگو با هم دیگه برخورد میکنه و اون وجود آقای روحانیه. درسته؟ بله. یعنی در هر حال در تحلیلی که شما دارین، چه از جانب سیاست خارجی چه از جانب سیاست داخلی، وجود آقای روحانی الان وجهیه که هم خواسته های آقای خامنه‌ای رو جواب میده، هم و آقای ترامپ رو. ولی خواسته های سپاه و نهادهایی که منافع دیگری دارن نمیده، برای همینی که برخورد ایجاد امریکا. اگه من درست استنباط کرده باشم، شما آقای روحانی و خامنه‌ای رو در یک طرف میذارید و سپاه رو در طرف دیگه. کاملا. آقای خامنه‌ای تمام شده از ضعفش. از ببینید، هر کسی که من اولین باری دیدم یک دیکتاتور اینقدر ضعف نشون بده. گفته های امروز خودتون داشتین با یکی از یک مصاحبه میکردید، پری روزی حرف زده، امروزی حرف زده، روز قبلش داستان تهران میگوید که آقا کسانی که حمله کردن به آقای روحانی قابل تعقیب هستن. پس بنابراین این نشانه ضعف آقای خامنه‌ای است. آقای خامنه‌ای فقط و فقط از این ضعف خودش میخواد به نفع روحانی استفاده کنه که موقعیت ایشون در مملکت تقویت کنه. من برخلاف خیلی کسانی که با آقای خامنه‌ای حرفای بد میزنن، من ایشون خیلی کوتاه ایران دوست میدونم و ایشونو آینده ایران رو من فکر ممنونم. ببخشید وقت محدودی داریم. از جواد خادم اینجا در استدیوی چشمنداز. نیمه اول برنامه ما به پایان میرسه. تا دقایق دیگر دوباره با شما خواهیم بود. اینترنشنال، شبکه‌ای جدید.
ایران اینترنشنال. سلام دوباره و خوش آمدید به نیمه دوم چشم‌انداز. ممنونم از شمایی که همچنان با ما هستید. نشریه امریکایی پلیتیکو در یادداشتی که دیروز منتشر کرده می‌نویسد متحدان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به او فشار وارد می‌کنند تا طرح‌های خود در مورد تغییر رژیم در ایران را هر چه سریع‌تر به بررسی بگذارد. در یادداشت این نشریه به طرحهای اشاره شده که مسئله امکان ایجاد ناآرامی در ایران برای رسیدن به یک دموکراسی مورد نظر را مطرح می‌کند. برای بررسی این تحولات دو میهمان با ما هستند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر امور بین‌الملل با ماست از گلاسکو، همچنین حسین علیزاده دیپلمات سابق و پژوهشگر مطالعات صلح در هلسینکی که هر دو از طریق اسکایپ به ما پیوستند. ممنونم از هر دو میهمان عزیز. آقای تقی‌زاده، آیا این که حامیان آقای ترامپ خواهان تسریع در بررسی طرح‌های این دولت برای تغییر رژیم در این هستند به این معنی نیست که در دولت ترامپ نوعی تردید و یا حداقل ابهام برای کلید زدن به چنین برنامه‌ای وجود داره؟ قطعی این است که چنین برنامه‌ای تا به حال کلید نخورده. اگر که ما منظورمون از طرفداران آقای ترامپ اسرائیل و عربستان سعودی هستند، این دو کشور هرگز نیت خودشون و خواسته خودشون رو از تحولات داخلی ایران پنهان نکردن. به گمان من اون چه که همیشه در کاخ سفید وجود داشته انتظار و امید به تحول از درون در حاکمیت سیاسی ایران بوده در طول 37 سال گذشته. ولی در قسمت اول برنامه من میشنیدم که مطرح کردید آقای روحانی حالا فصل مشترک ظاهراً خواسته های دولت آمریکاست برای تغییرات درونی ایران. اگر این خواسته در دوره اوباما به شکلی که مطرح شد وجود داشت، قابل هضم بود، برای اینکه واقعاً با دادن امتیازاتی در حاشیه توافق اتمی با ایران، آمریکا انتظار داشت که تحولات داخلی در ایران از طریق دولت صورت بگیره. ولی در وضعیت فعلی تغییرات از طریق حاکمیت و درون حاکمیت به نظر من کنار گذاشته شده و تغییرات در جهت حمایت از گروه‌های مخالف حاکمیت که حالا مورد توجه قرار گرفته. ولی من باور ندارم، چون نشانه‌ای نمی‌بینم که دولت آمریکا در وضعیت موجود طرح روشن و قاطعی برای آغاز این حرکت در پیش گرفته باشه، ولی خواسته های اونها غیر قابل تردیده. خب آقای تقی‌زاده، فکر میکنین منظور از این نیروهای مخالفی که قراره به کمکشون تغییر مسالمت آمیز در ایران شکل بگیره کی است؟ اپوزیسیونی که در داخل ایران وجود داره، اپوزیسیونی که خارج از ایران وجود داره و هزاران گروه اجتماعی که در رسانه ها فعال هستند، یا به عنوان گروه هایی که سود بخش نیست یا به دنبال منفعت نیستند، یا به عنوان خیریه یا به عنوان گروه های سیاسی حاشیه زندگی می کنند. ما ده ها و هزاران و صدها از این گروه ها رو در داخل ایران داریم و یک اپوزیسیون پراکنده وجود داره که هرگز امکان ابراز وجود پیدا نکرده. من تصور می کنم حاکمیت امروز آمریکا باورش این است که تحول از درون در جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. آقای تقی‌زاده، به این بحث در مورد اپوزیسیون برمیگردیم. اجازه بدیم برگردیم و نظر آقای علیزاده رو بپرسیم در مورد سیاست امریکا. آقای علیزاده، شما فکر میکنید که چقدر امکانش هست که سیاست تغییر رژیم در ایران قرار بگیره در چارچوب برنامه‌های آقای ترامپ، و آیا این فقط یک جور بلوف سیاسیه یا واقعاً قراره که دولت ترامپ سیاستش تغییر کنه؟ به روال آنچه که این دولت در همین چند ماه نخست سر کار آمدن زیگزاگ رفته، آشفتگی داشته در مسائل داخلی، در چالش هایی که برای خود کشور به وجود آورده، با همسایگان خودش مثلا مکزیک به وجود آورده، من تلقی میکنم یک الگوی کاملی دست ما هست که اساساً دولت آقای ترامپ
یه دولت فاقد برنامه و فاقد سیاست خارجی مدون هستش. حالا شواهد بسیاری میتوانم براش بیارم. این را اگر مقایسه کنم با آقای اوباما، در همون روزهای اول که ایشون حتی در کمپین انتخاباتی خودش بحث ایران رو مطرح کرده بود، گفته بود ما مدلمون فرق میکنه. حتی من یادم هست در اون ماهای اول ایشان از کلیه سفارت دیپلمات‌های ایران در خارج از کشور دعوت به عمل آورد در روز ملی آمریکا شرکت کنند، به عنوان یک ابتکار فوق‌العاده مدرن، در حالی که دو کشور قطع رابطه بودند دعوت کردند که در اون روز ملی شرکت کنند. از جمله برای خود من هم دعوتنامه آمده بود و بعد می‌دونید به دلایلی لغو شد. می‌خوام بگم که در مرحله نخست آقای ترامپ فاقد برنامه مدونی هستش و اگر هم قرار باشه برنامه‌ای براش متدوین بشود، من به هیچ وجه نمی‌بینم که این برنامه در نهادهای تصمیم ساز آمریکا، مثلا وزارت خارجه یا تینک تنک‌های آمریکا نوشته بشود. آنچه که شواهدی که در دست ما هستش، این برنامه‌ای که برای آمریکا خواهد داشت، آقای ترامپ خواهد داشت، توسط آقای نتانیاهو یا عربستان سعودی به ازای این همه هزینه هایی که داره از برای آمریکا خرج میکنه، میلیاردی خرید میکنه، توسط اونها نوشته خواهد شد. و اجازه بدید آقای علیزاده، اجازه بدید همینجا نظر آقای تقی‌زاده رو هم بدونیم. آقای تقی‌زاده، آقای علیزاده معتقدن که در سیستم اداری ریاست جمهوری جدید آمریکا چنین توانایی برای برنامه‌ریزی در مورد مسئله‌ای مثل مسئله تغییر رژیم در ایران وجود نداره. شما موافقی؟ به نوعی ساده انگاری است. اگر یک کشوری در ابعاد و اندازه های آمریکا رو که بزرگترین قدرت نظامی، بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا به شمار میره و بیشتر از هر کشوری دیگری دارای نفوذ سیاسی در دنیا هست، ما در اختیار بازی های ساده بگیریم و فکر کنیم که برای اداره چنین مملکتی واقعا یک تیم یا یک گروه برنامه ریز و با سواد و هوشیار وجود نداره. نه، در دوران آقای اوباما نگاه به کشورهای مسلمان تفاوت میکرد. آقای اوباما میخواست در جهت بهبود چهره آمریکا نزد کشورهای مسلمان، دولت‌های مسلمانی که از صندوق انتخابات درآمده بودند مورد حمایت قرار بده. این کار در مقابل ترکیه صورت گرفت، این کار در مقابل جمهوری اسلامی صورت گرفت و بعداً حتی با روی کار آمدن مرسی در مصر هم دنبال شد. ولی نگاه آقای ترامپ یک نگاه تاجر است، نگاه اقتصادی است، نگاه صادراتی است به منطقه. خیلی به دنبال محبوبیت آمریکا از طریق حمایت از دولت‌های از صندوق انتخابات درآمده نمی‌گرده. اونها جبهه‌گیری مشخصی کردن، تیم مشخصی در دولت آمریکا وجود داره که متأثر از لابی نفت و لابی اسلحه است و این دو گروه عوامل بسیار منسجم و کارکشته‌ای در دولت خودشون دارن. دلیل نداره که رئیس جمهور آمریکا لزوماً نظریه پرداز باشه. آقای تقی‌زاده، شما گفتی در بخش پیشین صحبتاتون که آمریکا خیلی امیدی به تغییرات داخلی در ایران نداره. خب اگر این فرض رو بپذیریم، شما فکر میکنید این طرح براندازی بر چه اصولی میتونه استوار باشه اگر امیدی به تغییرات در داخل نداشته باشه؟ شاید من صحبتم رو خوب توجیه نکردم. من گفتم که حکومت جمهوری اسلامی از درون اصلاح پذیر نیست، ولی هرگز نگفتم جامعه‌ای پویا مثل جامعه ایران هرگز از درون تغییر نمی‌کنه. هر تغییراتی در ایران صورت بگیره. خب رابطه بین این تغییرات و طرح ترامپ چیه؟ چه جوری طرح ترامپ میتونه تغییرات رو ایجاد کنه؟ چنین طرحی که اعلام نشده، روشن نشده، یقیناً اعمال فشار سیاسی علیه عوامل دولت، ندادن امتیازاتی که به اوباما به دولت آقای روحانی واگذار میکرد، باز نکردن دست جمهوری اسلامی در معادلات منطقه و زیر فشار گذاشتنش حتی از نظر نظامی در مناطقی که الان جمهوری اسلامی مستقر شده است، جمله راههایی است که میتونه اعمال فشار بکنه به جمهوری اسلامی. و همینطور وسایل ارتباط جمعی که در اختیار آمریکا هست، شاید در طول همین روزها ما شاهد تغییراتی در صدای آمریکا، تغییراتی در رادیو فردا و تغییراتی باشیم که در نتیجه آقای حقی‌زاده عذر میخوام، از بیانات شما اینطور برمیاد که من جمله‌مو میکنم بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید. استفاده از این ابزار وسایل ارتباط جمعی
بتونه جنگ فرهنگی سیاسی، جنگ سرد علیه جمهوری اسلامی تدارک بکنه. این طرح هنوز مشخص و اعلام نشده، ولی یقینا این اهرم ها مورد استفاده دولت کنونی آمریکا قرار میگیره. ببخشید، به نظر میرسه که همونطور که بنابر توجه به بیانات شما، آقای ترامپ یک تاجر هستن و به عنوان یه بیزنسمن به قضیه نگاه میکنن. قطعا ماها هم میدونیم که دموکراسی و یا اتفاقاتی که در جامعه ما میفته به هیچ وجه مورد نظر امریکا نیست، مگر اینکه تأمین بکنه منافع ایشون رو، یعنی منافع امریکا رو به صورت خاص. آیا تصور نمی‌کنین همون سیاست مهار دوگانه و سیاست‌های دیگری که بود الان میخواد دوباره ادامه پیدا بکنه، منتها یک ذره شکل اون ظاهرا عوض خواهد شد؟ بدون تردید همه کشورهای بزرگ به دنبال منافع خودشون هستن. فقط باید دید ملت‌های کوچکتر در کدام برهه از تاریخ میتونن منافع خودشون رو با منافع کشورهای بزرگ پیوند بدن، و این برهه‌ای است که ممکن است برای ایران فرصتی پیدا بکنه تا بتونه به دموکراسی دست پیدا کنه. یعنی به زعم شما دموکراسی ما راهش از همراهی با امریکا میگذره؟ این رو من نمیگم، میگم از کمکی که از خارج ممکنه به مردم در داخل بشه، مردم میتونن نیرو بگیرن و این نیرو از قوه به فعل در بیاد و باعث تغییر حکومت امروز ایران بشه که مخالف با هر نوع دموکراسی با معیارهای عادی دنیایی است. آقای علیزاده، شما فکر میکنید که این تصمیم ترامپ، حالا هرچی باشه، چه تأثیری بر فعالیت اپوزیسیون ایران خواهد گذاشت و چه تأثیری بر تغییرات در ایران؟ اجازه بدید من سه تا ملاحظه مهم رو مطرح کنم. اولا که پسندیدم صحبت جناب تغییزاده رو که گفتش آقای ترامپ یک تاجر مسلکه، و چه زیبا اگر همین رو مبنا قرار بدین که حرف درستی هستش. اگر قرار باشه که این تاجر مسلک امروز عربستان سعودی رو سرکیسه کنه، کما اینکه شاهد بودیم، فردا مثلا یه قرارداد نفتی جمهوری اسلامی مثلا. آقای علیزاده فقط یک دقیقه وقت داریم، کوتاه سه تا نکتتون رو بفرمایید. بله، پس بنابراین اگر بحث تجارت باشه، چه بسا وارد یک تجارت پنهان یا آشکار با جمهوری اسلامی بشه، اصلا فراموش کنه بحث تغییر رژیم و رژیم چنج و رژیم بیهیویر چنج رو. و اما اگر نظر من رو بخواید، این اونچه که آقای تیلرسون تا الان گفته و اظهاراتی که احتمالاً میخوان برنامه ایران رو رومیز بگذارن، اینها همه برای سرکیسه کردن این کشورهای عربی پولدار هستش که همشون ترسیدن از نفوذ ایران. فقط برای این مسئله برای گفته شده آقای ترامپ هیچ برنامه مدونی در ذهن و مخیلش نیست برای ایران، جز اینکه اظهارات پراکنده ای رو بکنه برای رضایت راضی کردن عربستان سعودی یا آقای نتانیاهو. و در نتیجه من فکر نمی کنم مسئله تغییر رژیم در ایران برنامه مدون آقای ترامپ باشه. ممنونم از حسین علیزاده که از هلسینکی با ما بود و همینطور رضا تقی‌زاده که از گلاسکو با ما بودند. یک قاضی در ایران در یک حکم غیر متعارف زنی را به سپری کردن 2 سال در یک غسالخانه محکوم کرده است. این حکم بحث‌های متنوعی را درباره اصل ابهام و رأی صادره برای آن به راه انداخته است. پیش از بحث بیشتر گزارشی ببینیم در همین زمینه از همکارم هوتن سلامت. روزنامه ایران 23 اردیبهشت 96، بخش حوادث. زن جوانی که به اتهام رابطه شیطانی با مرد غریبه دستگیر شده بود، با حکم قضات شعبه 5 دادگاه کیفری تهران به 2 سال شستن مرده‌ها در غسالخانه و 74 ضرب شلاق محکوم شد. بهمن ماه سال 95 مردی از همسرش مینا شکایت کرد و مدعی رابطه پنهانی او با یک مرد غریبه شد. همسر 35 ساله او پس از دستگیری ابتدا همه چیز را انکار کرد، اما وقتی فهمید همسرش فیلم و عکس هایی در موبایل او پیدا کرده و از رابطه مخفی با خبر بوده، در نهایت اعتراف کرد. اواسط اردیبهشت ماه امسال مینا در دادگاه محاکمه شد. او از طریق تلگرام با مرد غریبه آشنا شده و به گفته خودش کم کم به خاطر مشکلاتی که با همسرش داشت شیفته او شده بود. رابطه نامشروع انواع مختلف داره. گاهی به رابطه فیزیکی منجر میشه که مشخصه،
اگر که یه زنی شوهر داشته باشه و رابطه فیزیکی با مرد غریبه برقرار بکنه، حکم سنگساره متاسفانه در قانون ما. ولی این اگر که فقط یک ایمیل یا صحبتهایی در تلگرام رد و بدل شده باشه، یا به هر حال فقط یه ارتباط غیر اخلاقی ولی در حد اینی که دور بودن از هم و ارتباط فیزیکی با هم نداشتن، این حکم صادر شده. با توجه به نوع رابطه، در پایان دادگاه حکم عجیب و متفاوت کار در غسالخانه برای مینا صادر شد که در صورت تایید دیوان عالی کشور اجرا خواهد شد. من ابتدا که شنیدم خیلی خوشحال شدم، فکر کردم که به جای سنگسار یک همچه حکمی رو قاضی صادر کرده. مجازاتی که در قانون ما در نظر گرفته شده برای به قول خودشون حد زنا بسیار بسیار قوی تر از خود اون گناهی است که انجام شده یا اون بزهی است که انجام شده. اگر که زن و مردی به هم خیانت بکنن، خب باید اصلا جدا بشن. پس از گذشت بیشتر از یک ماه از این حکم، سوم تیر ماه زنان غسال و شورای اسلامی کار کارگران بهشت زهرا از آن انتقاد کردند و با اشاره به استفاده از اصطلاح مردشوری در حکم دادگاه، این کار را شکستن اعتبار و حرمت شغلی خود دانستند. اعتراضشون قانونا وارد نیست، به دلیل اینکه اولا حکمی است که قاضی صادر کرده و بعدم هیچ منافاتی با کار اونها نداره. این کار داره رایگان انجام میشه، در حالی که کسانی که در غسالخانه کار میکنن اینها ماهانه حقوق میگیرن از دولت. مثل اینی که بگن یک مجرمی بیاد به جای زندانی شدن مثلا زمین های یک بیمارستان رو ته بکشه، آیا باید کارگران بیمارستان اعتراض بکنن؟ احکامی مثل این حکم که مورد اعتراض قرار گرفته یا استفاده از مجازات های جایگزین همچون انجام خدمات اجتماعی در احکام قضایی ایران سابقه زیادی ندارد و ممکن است در ابتدا عجیب به نظر برسد، اما نهادهای فرهنگی و رسانه ها هستند که وظیفه دارند با تشریح فواید آنها در این زمینه فرهنگ سازی کنند. مژگان غفاری شیروان، ایران اینترنشنال. اول من عذرخواهی میکنم، این گزارش رو همکارم مژگان غفاری تهیه کرده بود و من اشتباه کردم در معرفی اون، اما خوشبختانه مژگان اینجا الان خودش با ماست که اینو بیشتر توضیح بده. مژگان، تو گزارش تو با این بحث تموم کردی که وظیفه رسانه ها، میشه توضیح بدی چه جنبه ای رو بیشتر در اشاره میکنی؟ خب این قضیه که یک در واقع مجازات های جایگزین توی قوانین ایران هم تعریف شده که در مورد یک سری مجازات ها میتونن قاضی ها به جای مثلا زندان های کمتر از 3 ماه یا شرایط مختلفش تعریف شده که در چه شرایطی میتونن مجازات جایگزین تعیین کنن به جای حبس، که خدمات اجتماعی یا خدمات عام المنفعه این افراد داشته باشن به جای اینکه تو زندان باشن و هم یه خرجی برای دولت باشه و هم مسائل دیگه که زندان داره، مثل حالا جرم هایی که گسترش پیدا میکنه، اونجا آموزش هایی که میبینن و مسائلی که پیدا میکنم بعد از اینکه از زندان بیرون میاد. من با خانم پورفاضلم که صحبت میکردم گفتن که ما خیلی تلاش کردیم در مورد کودکان، نوجوانانی که دچار یعنی جرمی انجام میدادن و محکوم میشدن به زندان، که قاضی ها پذیرفتن که به جای این قضیه اینها رو به کارهای رایگان محکوم کنن در واقع، و در مورد این مسائل هم در حال تلاش هستیم که وقتی این حکم رو شنیدیم اول فکر کردیم که به جای حکم سنگسار بوده که خیلی خوشحال کننده بود، ولی بعد فهمیدیم که ماجرا اصلا رابطه نامشروعی که گفتن در واقع در اون حدی نبوده که حکمش. حالا به رابطه نامشروع برمیگردیم که چیه تعریفش در این حکم، ولی اول راجع به همون نکته، منظور تو اینه که این حکم جایگزین که خب اینجا میدونیم که خیلی رایجه که مثلا یه زندانی رو به جای اینکه بفرستن زندان میگن برو مثلا باید خیابون رو تمیز بکنی. در ایران چنین چیزی ما قبل از این حکم نداشتیم؟ پیش از این من برخورد کردم، اتفاقا داشتم میگشتم دنبالش، ولی آیین نامه هاش هم مخصوصا تو سالهای اخیر تدوین شده و حتی دیدم که مواردش رو تعیین کردن که تو چه شاخه هایی میتونن این افراد رو بفرستن. البته کار تو غسالخونه رو من هرچی گشتم نتونستم پیدا کنم، ولی خب این هم به نظر میاد که بیشتر ابداع خود قاضی بوده. بله، البته قاضی ها دستشون بازه اینجا میتونن تصمیم بگیرن، ولی
خب وقتی که این حکم رو دادن، مشکل حکم در اینه که اونطوری که حالا وقتی زنان قصال و شورای اسلامی کار کارگران بهشت زهرا اعتراض کردن، به این اعتراض کردن که لفظ مرده شوری اومده توی حکم و انگار که شغل اینها به عنوان یه شغل تنبیهی در نظر گرفته شده، در صورتی که این برخورد اصلا درست نیست برای مجازات جایگزین. ولی من یه چیزی به یاد دارم که در مورد همین غسالخونه و یا در واقع شستشوی کسی که وفات پیدا میکنه، این حتی بد نیست، یعنی به نوعی چیزیه که توصیه میشه که حداقل یکی دو سه نفر این از نظر مذهبی بعد آره، توصیه میشه. خب به هر حال اون کسی هم که حکم داره میده آدم مذهبیه، نه؟ درسته، ولی آوردن این لفظ توی حکمی که صادر میشه و حالا به صورت کاغذ تحویل داده میشه، مشخصا این برای تحقیر بوده دیگه، درسته؟ بله. ولی نکته که برام جالبه اینه که همونطور که آقای رمضان‌پور میگن این که از جهت مذهبی این ممدوحه، یعنی حتی توصیه میشه، و این که از جهت حقوقی همون آدم مذهبی که در حکم قاضی نشسته اون رو بد میدونه، یعنی اون رو به صورت یک مجازاتی که خیلی در واقع برخورنده هست میگه، این تضاد چجوری هست؟ میخواستم بگم خب اون که خب اگه مثلا میگفتم بره مثلا به عنوان یه رفتگر هم کار بکنه، اونا میتونستن این همین اعتراض رو بکنن. نه شاید اصلا مشکل از قاضی نبوده، یعنی به هر حال یه افرادی اونو ثبت میکنن به شکل حکم در بیار منتشر میکنن و اون لفظ قرار نبوده. مثلا اگر قرار باشه کسی بره جایی رو تمیز کنم، نمیگن باید بره شغل رفتگرا رو انجام بده، که میگن خدمات اجتماعی در مثلا فلان منطقه باید انجام بده، تا جایی که من خب یه خورده برگردیم به اون اصل جرم. اصل جرم این که گفته میشه رابطه نامشروع چیه و آیا این مرسوم بوده که مثلا همسر بره شکایت بکنه که مثلا همسر من به فرض کن با یه کسی صحبت کرده یا چت کرده تو فیسبوک؟ خب این روابط تو شبکه‌های اجتماعی و به خصوص تلگرام خیلی زیاد شده، طوری که حتی آقای فریدون امیرآبادی فراهانی که سرپرست دادسرای ارشاد، دادسرایی که حالا به این مسائل اخلاقی و خلاف عفت می‌پردازه، اعلام کرده بود که 60% از در واقع شکایت هایی که داریم به اینجور مسائل برمیگرده، به مسائل روابطی که از داخل شبکه های اجتماعی شروع شده، از ارتباط های اونجا شروع شده. جزء جرایم اینترنتیه؟ جزء جرایم اینترنتی محسوب نمیشه، نه، جرایم همین روابط نامشروع خلاف عفت عمومی. وقتی شکایت میکنن یا در واقع به عنوان یه جرم مدنی دارن از شکایت میکنن یا یه چیزی خب که در دادگاه خانواده میتونه؟ هر یا میتونه بره دادگاه خانواده به عنوان یک مسئله خانوادگی شکایت کنه، مثلا طلاق بخواد بده همسرش. یه وقت دیگه هست که نه، میره توی دادسرا یا همین دادسرایی که ویژه ارشاد هست، اونجا شکایت میکنه و وقتی که این شکایت مطرح میشه و بررسی میشه، حتی اگه اون شکایتشو پس بگیره، ممکنه که همچنان مدعی العموم اینو پیگیری کنه و اون شخص رو محکوم کنه. یعنی مجازی بودنش فقط باعث میشه که ذره‌ای از اون در واقع حکمی که میخواد صادر بشه تعدیل بشه، تعدیل بشه یا بیشتر بشه. خب نکته که وجود داره از این چیز در واقع مدارک مجازی که وجود داره، حتی مثلا چت ها یا عکس یا فیلمی پیدا بکنن، این بازم به عنوان مدرک واقعی نیست، ولی خیلی وقتها این چیزا باعث میشه که اون شخص اعتراف کنه و اعتراف همیشه بهترین راهیه که خب قاضی مطمئن میشه و حکم میده بر اساسش. توی همین چیز هم داشتیم، یعنی اینجا هم حکم رو بر اساس اعتراف نهایتا بله، صادر کرده. اون خانم اول انکار کرده، ولی بعد از اینکه متوجه شده که همسرش یه عکس و فیلمایی توی موبایلش دیده، شوکش اصلا نوشته بود توی خبر روزنامه ایران که شوکه شده و خودش اعتراف کرده بر اساس این. ممنونم. اینجا مژگان غفاری در استودیو با ما. ام ظاهرا وقت برنامه ما در همینجا به پایان رسیده. از همراهی شما قدردانی میکنم و تا چشمانداز دیگر برای شما شب و روزی خوش آرزو میکنم.